اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. من در جهان نفرینی یک آسمان پر از زیبایی را در چشمهای زیبایت میبینم و بر خلیفه وطنم صدها هزار لعنت را میپاشم. در روز هفت شهر دهم وقتی که نوکرانش در کوچه های خانه بن آدار مردان بیگناه و کودکان و همسرشان را گردن زدند و صد را به روزهای اسارت بردند، تو مظهر شامت و نفرت در شهرهای آبادان باران مرگ بارید. اینک همتای تو در آن سو در جستجوی مزدورانت ده‌ها نه صد هزاران مرد و زن و پرنده و کودک را در خون نشانده است. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 30 فروردین 18 ماه اپریل، آفریل به شما سلام میکنه. ببخشید این سرما خورده که رها نمیکنه. به هر حال درست میشه اونم میره. فلوجب هم ما زدیم و واکسنش هم زدیم، ولی خب اومد دیگه. امروز هم که پنجشنبه است دیگه. زنده در خدمت دکتر سازگارای عزیزم. درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله، هوای متغیر بهاری، اونم در لندن که خودشون میگن اگر هوا ناراحتی 5 دقیقه صبر کن. بله. 5 دقیقه بعد عوض میشه. جون بده برای سرماخوردگی. در صورت امیدوارم که بهبود پیدا کنید و انشالله صدای رسای شما بیشتر رساتر باشه، برای اینکه این روزا من در تب و تابه و به صداهای آشنا مردم بیش از هر زمانی احتیاج دارن. من لطف دارم دکتر. من آخرین ارزیابی که میکردم دیدم اون توسری که رژیم خورد حالا اومده به سر زنا بزن. یعنی واقعا تو خیابون نگاه میکردم و عصبانی میشدم از دست هم جنسانمون، مردانی که واسه من تماشا میکردن. دلم میخواد ارزیابی شما رو هم در این بازی سید علی خامنه ای و رژیم منفورش و این زنان بزرگوار ایرانی دم خواهید اینم بدونم. خواهش میکنم. من آقای دکتر راجب خوب مهمترین حادثه ای که در شاید سالیان اخیر اونم روشن کردن آتش جنگ مستقیم با اسرائیل هست که قطعا تبعات نه فقط برای کشور ما بلکه برای کل خاورمیانه داره و ای بسا الان دنیا متوجه است. 7 نکته رو یادداشت کرده بودم برای برنامه امروز که خدمتتون عرض کنم. 2 اتفاقا به مردم برمیگرده و 5 به رژیم. اولین نکته، اون 2 که به مردم برمیگرده، اولین نکته های دکتر همین مطلبی است که شما روش انگشت گذاشتید. در واقع رژیم به قول خانم نرگس محمدی خیابونها رو به میدون جنگ با زنان و دختران شجاع ایرانی تبدیل کرد. چرا این کار رو کرده و ورای نیروی
عادی گشت امر معروف و این مزخرفاتی که دارن، یگان ویژه رو آورده تو خیابون، یعنی یگان ترسناک و ضد شورش و تهدید کننده. در واقع این یگان ویژه رو آورده از اون طرف اطلاعات سپاه، با بسیاری از بچه های روزنامه نگار تک تک تماس گرفته که راجع به گشت تو خیابون و راجع به جنگ ایران اسرائیل هیچی نباید بگیم، وگرنه دستگیرتون میکنیم و به دردون در میاریم، و جو امنیتی شدیدی ایجاد کردن. در واقع میشه گفت یه جور حکومت نظامی. علتش این است که میترسن از اینکه مردم بیان و مثلا اگر اسرائیل به یک جای حمله کرد کاری رو بکنن که در مثلا بعد از مسابقه ایران و آمریکا سال گذشته یه سال نیم پیش کردن، بیان بوق بزنن تو خیابون شادی کنن و به این ترتیب نفرتشون از رژیم و کارگزارانش نشون بدن. این اون نکته ایست که وزارت اطلاعات هم قبل از این که آقای خامنه این تصمیم عجیب رو بگیره که به خاک اسرائیل مستقیم حمله بکنه اخطار کرده، یعنی دو نکته رو به آقای خامنه ای نوشته بود در تحلیلش. یکی اینکه گفته بود اگر جنگی بشه مردم نه فقط پشت حکومت نمی‌ایستند، بلکه سهل است میرن طرف مقابل و ابراز شادی خواهند کرد در ضربه ای که رژیم بخوره. خب از دید مردم این رژیم یک رژیم اشغالگره، مثل اینکه یک قوای آلمان هیتلری اومده مثلا کشور رو فرانسه رو اشغال کرده، طبیعتا هر ضربه ای بخوره به این فاشیستا مردم میهن پرست شادی میکنن. این جنگ چون جنگ میهنی نیست، جنگ ملی نیست، این جنگ خامنه‌ای و یک عده دور بریاشه که مبناش هم ایدئولوژی که با محو اسرائیل و غیره با اسرائیل. این به این دلیله که آقای دکتر نیرو چیدن تو خیابون، وحشت دارن از این و میترسن. نکته دوم هم که وزارت اطلاعات در اون گزارشش آورده بود این بود که درون نیروهای مسلح از 4 تا سردار شکنگنده دهنگشاد اون بالا بگذاریم، بدنه نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه با این جنگ موافق نیستن و نبودنم، برای اینکه یک برآوردی کرده بود. حتی بعد از جنگ غزه وزارت اطلاعات یک به اصطلاح سروی و تحقیقی کرده بود، اونا از روی شنودا، از روی صحبت‌های مستقیم و غیره معمولاً سنجش‌های دقیقی می‌کنن، کرده بود که بدنه نیروهای مسلح، بدنه که میگم یعنی حتی افسران رده بالا، به شدت ناراحتن، نگرانن اگر درگیر جنگ بشی با اسرائیل که پشتش هم امریکا، حالا که معلوم شده پشتش همه دنیا رفتن، برای اینکه میگن اولا ما توازن استراتژیک نداریم با امریکا و اسرائیل، دوم اینکه این جان نه فقط امنیت میهن و کشور به خطر میفته، بلکه جان خودشون هم به خطر میفته، بخصوص مثلا ارتش خیلی خونه های سازمانی که زن و بچه ارتشی ها زندگی میکنن کنار پادگان هاست و به هر صورت جان خودشون هم بی خود و بی جهت در خطر قرار میگیره، جنگی که هیچ مبنایی هم نداره. بنابراین این لشکرکشی در خیابان ها، این میدان جنگ واقعی رو آوردن به سراغ زن و بچه مردم و بعدم یگان ویژه گذاشتن و برخورد کردن که اگر آقایونی هم بخوان دخالت کنن دستگیر کنن با ضرب و شتم با شدت، برای این است که نگرانند که مردم از این فضا استفاده کنند. برای یه پرانتز کوچولو، من چون حرف شما خیلی مهمه میخوام روی این تکیه کنم، این آقایونی که به اسم حالا ملی مذهبی یا ملی یا نمیدونم چپ سنگ به سینه میزن که برای این جنگ
ملیه، باید ما طرف رژیم باشیم. ما با رژیم بدیم، رژیم خوب نیست، ولی اینجا به کنسولگری ما حمله کردن. اون خراب شده کنسولگری بود اولا، و بعد این کاری که رژیم کرد که آبروی ما رو برد. این کجا جنگ میهنیه؟ دوباره راه افتادن مثل قدیم دکتر سازگارا که بنده تعداد شما رو... محدودیان آقای واقعا تعداد محدودیان، و من متاسفم واقعا برای امثال آقای شمس‌الفائزین یا آقای گنجی، من اسم میارم برای اینکه دیدم اینا مصاحبه کردن و یا نوشتن که امیر احمدی، آقای دکتر امیر احمدی قسن. حالا ایشون که نشسته پاکه، یعنی مدت هاست آدمی که دنبال احمدی نژاد را به تکلیفش و سرسرش، این آقایون دست کم من میتونم بگم بازی رژیم رو میخونه. حالا رژیم در به در دنباله فشار میاره خیلی از فعالین داخل ایران به خصوص و خارج هم. من دیدم یکی از این تلویزیون های معلوم الحال، من واقعا میگم معلوم الحال برای اینکه سندش رو دیدم که از رژیم ایران پول میگیره، در لس آنجلس میخواد سمینار بذاره در اسپانیا و کسایی رو اونجا داره میاره که اونها هم بازی رژیم رو خوردن به نظر من، و میخوان بیان این جنگ میهنیه و ملیه و الان باید برخورد کرد. هیچ تناسبی آقای دکتر این جنگ با منافع ملی، همه کس میداند که این یک ایدئولوژی احمقانه و اسرائیل و آمریکا ستیزی که 45 سال ستون فقرات سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و تمام دوری نزدیکی های سیاست خارجی، تمام برخورد ها در خارج، سرمایه گذاری ها و غیره روی این بنا شده بوده، این کار رو به اینجا رسونده. آتیش جنگ غزه رو وقتی جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای روشن کردن، آتیشی رو به جان منافع ملی ما انداختند و مسیری رو با قربانی کردن هزاران هزار نفر از دو سو به بار آوردن که انتهاش به اینجاها رسیده. و حالا هم با این کاری که کردن، در واقع به قول آرژانتینی ها این جنگ جنگ ما نیست، یا به قول لنین میگفتش که جنگ ناعادلانه خارجی رو به جنگ عادلانه داخلی باید تبدیل کرد. این جمهوری اسلامی الان یک قوای اشغالگر در ایران، یک بیگانه است در پوست آشنا. این چه جور جنگ ملی است که یک اپسیلون به منافع ملی کشور فکر نمی‌کنه، یک ارزن قائل نیست به حقوق ملت ایران، یک سر سوزنی باور نداره به حقوق مردم، و یک دزد قاچاقچی کنسرسیوم مافیا درست کردن، نشستن اون بالا و مملکت رو تاراج میکنن و بعد هم اینگونه در واقع تمام منافع ملی ما رو به خطر میندازن. من اون دو نکته‌ای که عرض کردم از سمت مردم بگم تا بعد بیایم سمت رژیم، نکته دومش رو عرض کنم و اون است که آقای دکتر بشیری چندین سال پیش یک حرف درستی رو به لحاظ تاریخی مطرح کرده و گفته بود که بسیاری اوقات جنگ ها مامای انقلاب ها میشن، قابله به دنیا آوردن انقلاب ها میشن. البته من به این اضافه میکنم بسیاری مواقع غیر از مامای انقلاب ها شدن، قابله کودتا ها هم میشن. در کشورهای دموکراتیک البته گاهی هم برعکس درست، مردم رو موقعی که مردم با حکومت هستن میبره پشت حکومت و صفشون رو متشکل میکنه. ولی این داستانی که آقای دکتر بشیری نوشتن درسته. ببینید حتی انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، مثال معروفش انقلاب شوروی، انقلاب اکتبر بعد از جنگ بین الملل اول، یا صربستان و انقلاب جنگ بالکان و کاری که در پایین کشتن میلوسوویچ دانشجویان آتپور کردن، یا آرژانتین و جنگ مالوینوس یا حالا فالکلند. این اتفاقی است که اگر در این جنگ ها نیروهای مسلح تا
تحقیر بشن و شکست بخورن و شخصیتشون خدشه‌دار شه یا بی جهت روونه میدونی بشن که شکست میخورن، آبستن حادثه میشه، به خصوص وقتی مردم هم ناراضیان. این اون وحشتی است که حکومت داره. این مبحث قبلیمون، یعنی قشونکشی خیابونیش و اون گزارش وزارت اطلاعات، در واقع خلاصه است از این دو موضوعی که مطرح شد و این ترسی که حکومت داره از اینکه این جنگ بشه مامای انقلاب در ایران، بشه مسیری که کشور رو در واقع آنچه که آتش فشان مردم ایران هست فوران کنه و بخشی از نیروهای مسلح هم یا بخش بزرگیش به مردم بپیونده. به همین دلیل بگیر و ببند توی زمینه‌های مختلف نظامی هم الان در جریان. من حالا منتظرم یه گزارش‌های پاره دوستان ما در ایران از درون نیروهای مسلح دارن تهیه میکنن که چگونه نارضایتی هست، چگونه بحران هست توی اونجاها. اگر اونها هم به دستم برسه، حالا در برنامه های آینده یا برنامه های فوق‌العاده خدمت عرض کنم. دکتر سازگارا ببخشید، دکتر یه سوال کوچولو باز ببخشید، من میپرم وسط چون نمیخوام یادم بیاد. در مورد خود ایران بعد از جنگ ایران عراق، اگر مجاهدین اون آقای رجوی اون حماقت رو نکرده بود، مطمئن باشید نیروهای مسلحی که تحقیر شده بودن فداکاری کردن، جانبازی کردن و خمینی اون بازی رو باشون رو واکنششون میدادن. در واقع اون عملیات فروغ جاویدان و مرساد به نجات رژیم اومد و رژیم از اون استفاده. مطمئنم من شما که درون بودی و میدیدی ارتشی ها خیلی عصبانی بودن از اون تحقیری که شده بودن و حتی دریغ از یه مدال بهشون بدن، یه تشکر ازشون بکن. ببخشید. بعد ببینید، حالا جنگ ایران و عراق دست کم یک سال و نیم اوله عراق ملی بود لکرد و روی استراتژی تیمسار فلاحی او استاد دانشگاه جنگ بود، بسیار افسر با سوادی بود، شاید تقریبا بسیاری نقشه های نیروزمینی ما و عملیاتی که انجام میدادن، مانورایی که میکردن روی طراحی های تیمسار فلاحی بود. او یه استراتژی سه مرحله ای وقتی در تنظیم کرد، مرحله اول دشمن رو متوقف کنیم که اون لشکر 16 قزوین که تنها لشکر آماده کشور بود برد تو دره پشت شوش چید و عراق رو اونجا متوقف کرد، دست عراق رو خوندن، نیم دایره کوچیک و نیم دایره بزرگ که بزنه خوزستان متوقف کرد. مرحله دوم گفتش که ما فرسوده کنیم و نیروهای خودمون رو بازسازی کنیم، چون خب کشور از زیر یه انقلاب در اومده بود. بله. مرحله سوم عملیات متقابل بکنیم روی طرحی که ریخته بودن و این ظرف یک سال و نیم نتیجه داد. البته خود تیمسار فلاحی به همراه سه افسر فکرولی و تیمسار نامجو کلاهدوز کشته شدن بعد از حصر آبادان در اون سقوط مشکوک هواپیما و ندیدن پیروزی رو. ولی درست روی اون خط یک سال و نیم طول کشید و ما دشمن رو از خاک اون بیرون کردیم. جنگ بعد اونجا تمام میشد. از اونجا به بعد آقای دکتر نوریزاده، این آقایون سپاهی ها بودن، همین آقای محسن رضایی و دوستانشون که هاشمی رو ببخشید خرش کردن. هاشمی هم خب محبوبترین آدم و نزدیکترین آدم به خمینی بود و گفتن برای چون اصلا حتی حجت شرعی نداشتن به لحاظ فقه این آقایون که با یک گروه مسلمین دیگه برن بجنگن، خود خمینی به این استناد کرده بود، گفتن برای دفاع از همین هم ما باید بریم داخل خاک عراق. شش سال و نیم دیگه جنگ ادامه پیدا کرد، جنگ بی حاصل و آخرش کاسه زهر و خمینی سر کشید و بعد دستور داده بود این آقایون رو محاکمه کنن و میخواست تعدادشون رو اعدام کنه. این رو تأخیر انداختن، فهمیده بود که چه خیانتی شده و بعدم خودش چون فوت کرد دیگه خامنه ای آمد سر کار، به اینا احتیاج داشت و اون حساب کشی از اینا
رفت کنار. اتفاقا این اولین نکته است که من میخواستم عرض کنم در سمت حکومت. در واقع یک کده سردار دهنگشاد سپاه و همونا که در زمان جنگ ایران و عراق اون 6.5 سال جنگ رو بی حاصل ادامه دادن و ما 30,000 کشته دادیم، کشور رو دشمن رو خاک اون بیرون کردیم، آزاد کردیم، ارتشی و سپاهی و داوطلبان مردمی و خیلی هم سرفراز و خیلی هم. ولی بعد 6.5 سال دیگه جنگ طول کشید و 230,000 کشته اضافه رو دست مملکت گذاشت. عملیات های یکی از یکی بی حاصل در و خلاف دانش نظامیگری، مثلا عملیات فاو یا کربلای 4 که قتلگاه بچه ها شد و همه هم میدونستن لو رفته، ولی همین های محسن رضایی و دوستانشون که همین الان هم دستن در کار سپاه هستن، یه دشون اینها اون عملیات رو کردن و هزاران کشته روی دست مملکت گذاشتن. و این ماجرا الان دوباره آقای دکتر نوری‌زاده، همون آدم های بی تدبیر، همون آدم های بی دانش که نشون میده چیزی هم یاد نگرفتن، دانش نظامی هم ندارن، یک مش شعار و حرف میزنن، دوباره همین بساط رو دارن انجام میدن و انتقادات فراوانی اون وقت الان ایجاد شده در درون هم سپاه هم ارتش. یعنی این ماجرا که این کشمکش با اسرائیل این دفعه درست خاطرات اون بی‌تدبیری ها و بی‌دانشی های جنگ ایران و عراق رو داره زنده میکنه و برآورد خودشون نشون میده که درون نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه، با جرأت و جسارت عرض میکنم، درون سپاه هم رده های میانی که میگم نه خیلی هم میانی، یعنی از اون تعداد سردار راندخور شیکم گنده اون بالا که بگذاریم و یا ابلهایی مثل فرمانده کل سپاه و غیره، خیلی از اینایی که فعالین میدانی هستند، فرمانده های میدانی سپاه هستند، مخالفن، سرصدا الان درونشون هست. این همونیست که نگران حکومت، وزارت اطلاعات گزارش تهیه کرده بود قبل از این عملیات و عنوان کرده بود که بین گزینه‌هایی که مطرحه نباید درگیر جنگ با اسرائیل شد، برای اینکه باور ندارن فرمانده‌های میانی و درون نیروهای مسلح مشکل هستش. درون حکومت خیلی ها مخالف بودن با اینکه درگیر، حتی دولت ابله رئیسی مخالف بودن برای اینکه درگیر جنگ با اسرائیل بشن در به اصطلاح سناریوهایی که رو میز خامنه ای. اما من خودم واقعا فکر کردم 10% هم شانس نداره خامنه ای گزینه حمله مستقیم به اسرائیل رو انتخاب کنه، ولی این کار رو کرده و حالا کشور رو در یک همچین وضعیتی قرار داده. بنابراین محور اولی که اتفاقا شما هم روش دست گذاشتین این است که این ترمویل، این بحران در داخل نه فقط نیروهای مسلح ایران الان وجود داره، اعم از ارتش و سپاه، و انتقاد دارن و میگن ما هیچ توازن استراتژیکی با اسرائیل که پشتش هم آمریکاست و حالا الان همین چند روزی که به تأخیر انداخته اسرائیل باعث شده یک اجماع جهانی هم پشت خودش آورده، یعنی تو همین عملیات معلوم شده تا الان که امریکا که پشتش بود اعلام هم کرد، انگلیس، فرانسه و در کشورهای منطقه اردن، مصر و عربستان، اینها همه به اسرائیل کمک کرد.
یعنی به لحاظ سیاست جنگ هم بی نظیره که کشورهای عربی اسلامی بیان با اسرائیل متحد بشن علیه یک کشور دیگه اسلامی. این فقط از سوء تدبیر، بی لیاقتی و نفهمی شخص آقای خامنه‌ای و فرماندهان دهنگشاد سپاه برمیمده که یک همچین وضعیت سیاسی رو فراهم کنه. بنابراین این آقای دکتر بین پنج نکته‌ای که من فکر کردم در سمت حکومت خدمتتون بگم، نکته اول که به درستی شما روش دست گذاشتی. اگر درنگ کوتاه بکنیم بعد اون پنج نکته رو در قسمت دوم قشنگ با تفسیر و تشریح بیان بفرمایید که خیلی خوشحال میشیم. مصطفی ابراهیم یک خواننده فلسطینی است، اردنی فلسطینی، و امیر عید یک شاعر. این مناظر رو که دیده که من گفتم نفرین و لعنتش رو باید برای اونای فلسطینی که توی حالا که چهار آذربایجان نیستن، در استراحتگاه لاتیان یا کردان یا جاهای دیگه یا قصر رامسر یا احمد آباد، به هر حال ایشون رهبر سیاره. یادم هست قبل از انقلاب ایشون یه اتوبوس میخواست بگیره بیاد روزخونی بره سبزوار، مشکل داشت. حالا دیگه دنیا و جهان به کام اوست. من تمام لعنت و نفرین رو بر اونهایی میگم که این آتیش رو روشن کرد. قصد داشت زندگیش رو میکرد، ذره ذره وضع مردم بهبود پیدا میکرد، از اون ور ساحل غربی داشت زندگی میکرد، ساختمونی ساخته میشد، مغازه‌ای باز میشد، یه دوتا مال قشنگ در رام الله و خلیل درست کرده بودن. داغی که این داره و فریادی که میزنه به حقه. میبینه ملتش داره نابود میشه. برای کشتن 5000 تا حماسی و جهاد اسلامی هزاران کودک و زن فلسطینی به قتل میرسه، ضمن محکوم کردن حماس و جهاد اسلامی و عملیات جنایتکارانشون در هفته اکتبر. واکنش هایی که شد سیاست آقای نتانیاهو و این کشتار فلسطینی رو هم باید محکوم کرد. نگاه کن، آرزو میکردم همیشه همونطور که دم عرفات کنار رابین، ابو مازن کنار آقای نتانیاهو اینا ایستادن، این جهان پر از درد ملت فلسطین برسه به یک زندگی ساده. و داشت میرسید. لعنت به آسدلی و نوکرانش که عشق به چشم این ملت، خون به جانشون. بچه ها رو دیدید، مقصر اصلی سید علی خامنه ایست، اوست، حماس نوکره سید علی خامنه ایست. نتانیاهو رو محکوم میکنم، ولی محکوم اول سید علی خامنه ایست. ببخشید دکتر سازگارم، خیلی اذیت کرد این. بله بله، نفرین به جنگ و جنگ افروزان که آتیش این جنگ رو روشن کردن. شخص آقای خامنه ای مسئول اول، من با شما موافقم. و آتیش این جنگ به پا شده، افراد بیگناه از هر دو تناسب نداره، یکی ازش بکشن 20 میکشه، ولی این جنگ رو، آتیشش رو خامنه ای روشن کرد. و حالا یک جنگ دیگه آتیشش رو روشن کرد، اونم جنگ با اسرائیل. ببینید من فهرستوار آقای دکتر بله. اون نکات رو عرض کردم، نکته اول رو عرض کردم، یعنی سردارای دهنگشاد سپاه و همون کارهایی که در زمان جنگ ایران و عراق کردن، آخرش خمینی جام زهر سر کشید، اقلا شجاعتش رو داشت بیاد بشینه بگه من جام زهر خوردم، و بعدم دستور داده بود اینا رو محاکمه کنن، حتی اعدامشون کنن، به تأخیر انداختن و او هم مرد و هاشمی هم اونا رو قایم کرد، خامنه‌ای هم چون احتیاج داشت نگه داشت. و حالا خامنه‌ای همون با همون تناب تو چاهی رفته و همون کارهایی رو کرد که 20 سال بود نمی کردش. نکته دوم این که ببینید استراتژی خامنه‌ای در سال
ایشاد 2006 بعد از حمله امریکا اول به افغانستان و بعد عراق به غلط تحلیل کردن که آمریکا در دوستی ما اومده بعدش میخواد حمله کنه به ایران. دو تا استراتژی کلان در دستور قرار گرفت. یکی این که برن سراغ پروژه هسته‌ای بمب بسازن، باز با این تحلیل غلط که اگر یه پیچگوشتی با بمب اتمی فاصله داشته باشن، سیاست کره شمالی بهش میگن، امریکا جرأت نمیکنه به ما دیگه حمله کنه و در واقع سیاست بازدارندگی داره که این هم خودش غلط. ولی ببینید همین یه پروژه هسته‌ای چقدر به کشور ما صدمه زده. تصمیم دوم این بود که برن سراغ گروه های نیابتی درست کردن، یا بهتر بگیم گروه های تروریستی درست کردن و جنگ نامتقارن آسیمتریک رو علیه امریکا و متحد نزدیکش اسرائیل در منطقه شکل بدن که بهتر بگیم جنگ تروریستی رو، برای اینکه در اینجا به اصطلاح لو دنسیتی وارفیر اینا دست بالا رو دارن. همین دومی هم شما ببینید چقدر کشور ما خسارت زده تو این مدت، پشتیبانی از حزب الله و حالا پولایی که حروم کردن، چه همین حماس و نمیدونم عراق، این همه گروه و در حالی که میشد در عراق مشارکت کرد، امریکایی‌ها از خدا میخواستن وقتی صدام رفت ایران همکاری کنه، حتی پیشنهاد کرده بودن، کلی میتونست پروژه در عراق اجرا کنه، کلی میتونست به نفع اقتصاد کشور باشه. و اصلا من همون موقع در ایران بودم، گفتم اگر عاقل باشی به دلیل اینکه ما 3 برابر عراق وسعت داریم، 4 برابرش و 3 برابر 4 برابر جمعیت داریم، علائق داریم، ما اگر بریم تو این مسیر ساختن عراق و همکاری و سرمایه گذاری و غیره، اصلا در واقع این دو کشور رو میتونیم به نوعی متحد کنیم با هم دیگه، با بودن 60% شیعیان و سوابق تاریخ. به جاش راه برعکس انتخاب کردن، گروه تروریستی درست کردن و اشکال تو کار آمریکایی‌ها ایجاد کردن و بمب گذاشتن و این و کارهایی که تا الان ادامه پیدا کرده. این به هر حال استراتژی دوگانه در واقع، یکی به سمت بمب اتمی رفتن، یکی گروه‌های تروریستی درست کردن، این در واقع راهنمای 20-25 سال گذشته آقای خامنه‌ای و اعوان انصارشون. اما این جنگی که با اسرائیل شروع کردن، این در واقع تغییر یک استراتژی بزرگه، یعنی جنگ نامتقارن رو به جنگ کلاسیک تبدیل کردن، مستقیما به خاک اسرائیل حمله کردن. حالا با ارتش اسرائیل طرفن که پشتش هم امریکاست، پشتش فرانسه و انگلیس و اروپا و همه دنیا اومدن پشت اسرائیل. اسرائیل هم داره حد اکثر بهره برداری رو میکنه در فضای دیپلماتیک جهانی و عربا هم اومدن پشتش. بنابراین این ماجرا یک کاری رو کرده، اولین موضوع تغییر استراتژی از جنگ نامتقارن به جنگ کلاسیکی است که اتفاق افتاده و این مسئله است که هیچ توازن قوایی نداره. مثلا ایرانی که در واقع نیروی هوایی الان نداره، نیروی هوایی هواپیماهایی داره که توی اورافروشی های تکساس میشه به $5,000 هر کدومشون خرید، فرض کنید F4 و F5 و غیره. این عجیب هم هست، یعنی این اتفاقی است که همین هم هست که نظامی ها دادشون در اومده، اونایی که نظامیگری رو میفهمن، نه این سردارای دهنگشاد که آقا این چه بازی است وارد شد. نکته دوم آقای دکتر نوری‌زاده، این مسئله به اصطلاح شکست مفتزهانه که نظامی اگر بخورن و پوچ شدن ادعاهای بازدارندگی نیابتی ها و غیره و این مسئله موشکایی که روانه اسرائیل کردن، موشکای چینی که از روی مدل دهه 80 موشکای چینی همش تو ایران
ساخته شده، حالا یه مقداری آپگرید شده. خب واقعا اسرائیل موفق شد همه اینا رو بزنه، یعنی 7 دونش رد شد از کمند دفاع سلایه اسرائیلیا. این یه موضوعی است که به آزمون در اومده. حتی من شنیدم چین و روسیه هم دارن دوبار فکر میکنن، با دقت این جنگ رو دارن دنبال میکنن و برتری تکنولوژی که امریکایی ها و اسرائیلی ها و در واقع بلوک غرب دیده شد. یعنی جنگی رو شروع کرد خامنه ای، 300 و خورده ای موشک و پهپاد و غیره و فرستاد و خب اسرائیلی ها همه رو زدن. خسارتی که زده یه بچه کشته شد، حالا هنوزم معلوم نیست کشته شده باشه، اونم فلسطینی که توی بیابون بوده و چادر نشین بوده. یعنی ادعاهای گنده گنده میکنن ما زدیم داغون کردیم، ولی واقعیات روی زمین رو نشون نمیده. نتونست از کمند این سلایه در واقع دفاعی اسرائیل رد بشه، گنبد آهنینش، مسئله فلاخن داوودش و اون پیکان 1 و 2 و 3 که کار کرده کار کرد. یعنی برتری تکنولوژیکی بلوک غرب شرق اینجا دیده شد. این مسئله دومی است که حتی نیابتی‌های جمهوری اسلامی رو به فکر فرو برد و خود خامنه ای هم الان به در نمیاد. و چون معمولا اگر پیروز بود میمد بلبل زبونی میکرد، ولی صداش در نمیاد و ساکت شده، برای اینکه این ناچارم فکر کنن. حالا میگن ما یه موشکایی داریم که اونا رو بزنیم، مثل ماشین قیامت مثلا کمونیست‌ها یه موقع میگفتن، شوروی میگفت، اونا دیگه در میره. بی خود میگن، هرچی داشتن زدن و به آزمون در اومد. خلاصه این برابری تکنولوژی مسئله دومی است که اتفاق افتاد. مسئله سوم رو عرض کردم، این با طناب این سردارای دهنگشاد سپاه توی چاه رفته خامنه ای و انتقادات فراوانی الان هم درون کشور هم درون سپاه است. حتی سپاه هم بدنه انتقادات فراوانی دارن که آقا ما گفته بودن اما توازن نداریم و آمریکا که پشت بشه و بعد هم همه دنیا رو رفته، کشورهای عربی هم رفتن پشتش و این نه تکنولوژیمون برابری میکنه، نه امکاناتمون، نه تجهیزاتمون، و وارد یه جنگی شدن که توازن ندارن. نکته چهارم این است که اسرائیل در واقع همون شب میخواست تلافی کنه. بله. روش و اخباری هم که رسیده این بود که چون خبر داشتن، خود ایران هم حالا گفته بود من میخوام یک کاری بکنم، غیر از اون اونا هم جاسوساشون غیرو خبر داشتن و آماده بودند که شاید اولی موشک بخواد که اسرائیل برسه بیان و تلافی کنن، اهدافی رو که حالا نمیدونیم چه، ولی آقای بایدن جلوشون گرفت. بله. نیم ساعت ظاهرا تلفنی با نتانیاهو صحبت کرد و گفته میشه در طرف اسرائیل دو تا آدم دیگه‌ای که به اصطلاح این 3 نفر مسئولن از طرف کابینه جنگ تصمیم بگیرن، یعنی آقای یوآف گالانت و یکی الان اسمش از کلم رفت که الان وزیر دفاع هستن. بله. به کابینه هستن، اونها با وجودی که میانه رو هستن، اونها تاکید داشتن که به امریکا گوش نکنید، ما عملیات هواپیماها آمادن، بریم همین امشب تلافی کنیم، چون ترانسیپ اسرائیل بوده توی کاراش. ولی در واقع اصرار آقای بایدن بود که اون عملیات رو نکنه. میگفتن حالا یه دلیلش این است که اون ابر مغناطیسی که امریکا داره این تکنولوژی اسرائیل هم داده، داد میخواد بکنه اون جنگ مغناطیسی و همه دستگاه رو پور کنه، از کار بندازه، میگن آمریکا با این مخالف بوده. ولی اصولا به هر دلیلی اون شب آقای نتانیاهو تصمیم میگیره کاری نکنه و بلافاصله تلافی نکنه و فضای الان شده که بیان کاری
اتوماتیک بکنن، دنیا رو بیارن پشت اسرائیل که آوردن و تلافی بکنن. این ماجرا، یعنی این کشمکش با آقای بایدن، دو سه روزم مقامات امریکایی توصیه میکردن که خب حالا تو اینا همه رو تونستیم بگیرین، همینو بگید پیروزیه. خب پیروزی هم هست، این همه موشک و پهپاد و غیره فرستادن، هیچی، یک دختر چوپان رو زخمی کرده و یه دونه سرباز اسرائیلی رو نتونسته زخمی کنه حتی. بنابراین بیایید همینجا وایسین. اسرائیلی ها نپذیرفتن و صراحتن هم این دو سه روز به اصطلاح دیپلماسی درونی کار کرده. حالا الان از دیروز ما میبینیم که هم مقامات امریکایی هم مقامات انگلیسی، آقای کامرون اصلا سفر کرد، هم اجلاس هفت کشور صنعتی، اینا همه رفتن اون سمت که خب اسرائیل باید تلافی کنه. حالا ببخشید دکتر، این که دو حزب آمریکا الان دارن متحدن، یعنی با یک زمینه مشترک دارن راجع به اسرائیل تصمیم میگن، این به نظرم خیلی مهمه تو تاریخ امریکا. یعنی جاهای بله. خاصی هست که خب مواقع جنگی یه بخشش هم آقای دکتر، اولا خب به هر حال مواقع جنگی دو تا حزب در کنگره منافع ملی رو در نظر میگیرن، ولی بخش بزرگیش رو بعد نفوذ جامعه کلیمی های امریکا بده. بله بله، جامعه آفر اسرائیل، قدرت نرم اسرائیل هم در اروپا هم در آمریکا. آمریکا خب ستادیه که جامعه کلیمی های اروپا را هم مدیریت میکنه. جامعه کلیمی های آمریکا نفوذ بالایی در کنگره داره. اون لابی آیپک میتونه گاهی 420 تا رأی در مجلس نمایندگان آمریکا 435 رأی رو بگیره به نفعش. بنابراین در سر اسرائیل و دفاع از اسرائیل، اصلا کاخ سفید هر کم توش باشه، به دلیل نفوذ جامعه کلیمی های آمریکا در کنگره و در خود دولت و اطرافش باید پشت اسرائیل بیسته، چاره هم نداره و وای میسه. بنابراین اینی که بخوان به اصطلاح نکنن، اینی که دولت رو وادار میکنن و برمیگرده مسیر، تو همین دو سه روز دیدیم دیگه. دولت بایدن اصرارش این بود، اول عملیات اون شب رو با اصرار متوقف کرد و بعد هم اومد و سعی کرد که بگه خب همینجا وایسین، کاری نکنین، کوتاه بیاین. ولی آقای نتانیاهو چند روزم جواب، یعنی با هیچ کسی تماس نگرفت، دو سه روز جواب تلفن سیاستمدارا رو هم نمیداد، ولی بعد از اون الان فعال شده، تلفنی با بسیاری رهبران دنیا صحبت کرده. آقای کامرون وزیر خارجه بریتانیا رفته اونجا، اصلا اجلاس هفت کشور صنعتی مطرح شده، سازمان ملل رفتن مطرح کردن و همه اینا، یعنی یه دیپلماسی فعال جنگ درست کردن و زمینه رو آماده کردن و امریکا رو هم قانع کردن. ظاهرا یکی از دلایلی که به امریکا گفته بودن، غیر از فشار جامعه کلیمی های امریکا از درون کنگره، این رو هم مطرح کرده بودند که بخشی از اون ائتلاف راست با آقای نتانیاهو، ظاهرا در کابینه گفته بودند که ما ائتلاف میریم بیرون و دولت سقوط میکنه. بعد امریکا میفته گیر تندتر از آقای نتانیاهو. به هر حال هرچی هست، فعل انفعالات باعث شد که الان دولت امریکا هم دیروز آقای بایدن مطرح کرد، رضایت داده که اسرائیل عملیات نظامی بکنه. شب اول مانع شدن، بعدم اصرار داشتن که همین شکست نظامی جمهوری اسلامی رو در فرستادن این موشک‌ها و پهپادها به عنوان پیروزی بگیرین و وایسین همینجا، ولی الان رضایت دادن. در اظهارات مقامات آمریکایی و انگلیسی و اروپایی و اینها الان هست که خب اسرائیل تلافی بکنه. حالا سطح تلافی، سطح عملیات متقابلش چی باشه نمیدونیم، کی بخواد بکنه اونم نمیدونیم. شایعاتی هست مثلا بعد از عید پسح باشه، قبل از اون باشه، چون اون یکی از اعیاد خیلی مهمه در اصطلاح بزرگ داشته، کاری که موسی کرد و قوم بنی اسرائیل از مصر
از دریا رد کرد و رسوند به سرزمین موعود. یکی از مهمترین اعیاد کلیمی های جهانه، یک هفته هم تعطیله. ولی بول و ولا نگرشم، ولی دیگه همه رضایت دادن که اسرائیل تلافی بکنه و این تلافی خدا میدونه در چه سطحی باشه. دکتر ببخشید چون وقتمون داره تموم میشه، من اینم میخوام ازت بپرسم، تو مراسم روز ارتش وقتی روز سپاه چه جبروت و اینجا میاد ماشینا پاش به ارتش یا آب میپاشه به ماشین، نه اینجا همین جوری بود، تعمدی بود؟ نه تعمدی شاید اون راننده اگر داشته که خیلی باره عجیبی کرده، این یگانه ویژه است در واقع از اینا داره. بله بله. ولی به قول بعضی ها توی شبکه های اجتماعی نشوندن آقا این چهره واقعی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی ماست، یه پیچ بخوره اینا رو به مسئولین تلدیک خواهند کرد و به ملت خواهند کرد. این خیلی نکته مهمیست در واقع که تو قسمت اول عرض کردم. من آخرین نکته رو عرض کنم آقای دکتر. آقای خامنه ای اگر اسرائیل، ببینید الان تو زمین اسرائیله، اگر همینجا اسرائیل بیسته خامنه ای برنده شده، حالا هرچی ولو به لحاظ نظامی شکست برده و خیلی هم عصبانی ظاهرن، ولی به هر حال میگه من به خاک اسرائیل حمله کردم. بله. و اسرائیل تلافی نکرد. اما وقتی اسرائیل در هر رده، آقای خامنه ای چهار تا گزینه روبروش قرار میده. یکی اینکه بکشه به سیویلاش چی نکنه، بگن آی ما پیروز شدیم، تبلیغات کردیم، تلافی متقابلی نه، هر چقدر حالا کوچیک یا بزرگ هر عمل بود. این به نظر من اون تحقیر نیروهای مسلح و به قول لنین تبدیل جنگ ناعادلانه خارجی به جنگ عادلانه داخلی زمینش فراهم میشه. وحشت چون الان همین. راه حل دومش این است، گزینه دومش این است که دوباره همین موشک و اینا بفرستن. اسرائیل همه رو میزنه. باز دوباره مثل همین در واقع تحقیری پیدا میشه که خامنه‌ای صداش هم نمیشه. اگه موفق بود این عملیاتشون، این تصوری که هزاران هزار صدها موشک میفرستن 50 تاش در میره از بنده اینا میزنن خسارت رو باطل انداختن و ایشون گول همون سردارای دهنگشاد سپاه خورده. گزینه دیگرش این که بیاد حزب الله رو وارد جنگ. خیلی هم تهدید کرده، گفته اگه حزب الله باشه از اول جنگ غزه، من از بیروت یه غزه سان دقیقا. و نصر الله هم نون مواد فروشی خورده، شکمش هم گنده شده، اخت نشسته، خیلی سیر باره این میره چون دودمانش به باد میره. گزینه دیگه خودکشی آخرم بگو. بله بله، حمله کنم به پایگاه های آمریکا، این چیزی که تهدید میکنن. بله گزینه قرار سامسون بر من و بر دشمنم، کشورهای عربی و غیره رو هم تهدید. بله بله، هیچ همه دنیا رو میزنن سر خودشون، همین خودکشی. دنیا رفته پشت اسرائیل که دیگه این یکی رو نمیدونم. ولی خودکشی دکتر ببخشید تموم شد وقتمون، ما زیادتر هم رفتیم، ولی خب دکتر سازگارا وقتی حرف میزنه که آدم دلش نمیاد قطع کنه، اضافه بشه. افتاد ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیز و کارشناس ارزشمند دکتر محسن سازگارا، عضو گذار، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق. Thank you.